پس از اعتراض رهبران احزاب مخالف به لایحه اصلاحیه وقف 2024 دو دولت در پارلمان هند، کمیته برای اصلاح و بازنگری در لایحه اصلاحی ارائه شده در پارلمان تشکیل شده است. رئیس کمیته مذکور جک دمباپال با علمای مسلمان در لکنو دیدار و گفتگو کرد. در همین راستا وی با حجت الاسلام و المسلمین سید سیف عباس نقوی وکیل آیت الله لزما شیرازی در لکنو دیدار کرد. سید سیف عباس نقوی انتقادها و پیشنهادهای تهیه شده توسط وکیل حقوقی سید محمد حیدر رضوی در مورد لایحه اصلاح وقف 2024 را به صورت مکتوب به جگدم باپال ارائه کرد لازم به ذکر است که در مناطق مختلف هند از جمله دهلی، لکنو، حیدر آباد، کلکت مظفرپور، بزرگان شیعه از دو سه قرن پیش زمین‌های فراوانی را وقف کردند قبل از استقلال هند و در زمان اشغال این کشور توسط دولت انگلیس خسارات زیادی به اوقاف شیعیان وارد شد و بعد از استقلال هند نیز در زمان حکمرانی دولت‌های مختلف در ادوار گوناگون به اوقاف خسارت‌های زیادی وارد گردید چون چه لایه اصلاح وقف 2024 در پارلمان هند به تصویب برسد اوقاف شیعیان متحمل زیان فراوانی خواهد شد علاوه بر رهبران برخی از احزاب که با لایحه اصلاحی وقف 2024 مخالفت دارند رهبران مسلمان نیز از تمامی فرقه ها و مذاهب و همچنین رهبران مذهبی و ملی غیر مسلمانیز به شدت با این لایحه مخالفت می‌کنند از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند از لکنو پیرامون این گزارش دعوت ما مل آوردیم حاج آقا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون حاج آقا در رابطه با خبری که شنیدیم و تعامل شیعیان با دولت هند در زمینه لایحه اوقاف ممنون میشن برای بینندگان ما توضیح بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی و مصلی الله صلوات و سلام ممنونم همچوری که مستحضر هستید این لاهیه که دولت باجپا در پارلمان هند آورده در مجلس هند آورده اگر این تصویب می شود بشود تقریبا تمام اوقاف از دست شیعیان خارج می شود یعنی فقط و کسانی که بیشترین ضرر را می بینند شیعیان هند هستند چون بیشترین اوقاف مال امام حسین علیه و السلام و وقف امام حسین علیه و السلام و وقف کربلا معلا و وقف کربلا و عزاداری هست لذا اگر این تصویب نامه و این لاهی جدید امضا بشه و در پارلمان اجرا بشه خیلی به ضرر مسلمانان خصوصا شیعیان و خصوصا عزاداری سید و می شود لذا مخ... علمای هند و کسانی که در حزب های مختلف هستند هم هندوها هم مسلمانان هم شیعیان مخالف این لایحه هستند و لذا دولت یک کمیته را تشکیل داده که الان داره با علما ملاقات میکند. لذا در این سمی آقای سید سیف باز که یکی از وکلای سید آیت الله سید صادق حسین شیرازی هم دیروز مکتوبا تمام ایراداتی که در این لایحه هست را دادن چون دولت تصویب داره که این لایه را تقریبا از دست متولیان شیعه خارج کنه به دست دولت بیاد و این اگر اینجوری بشه و غیر مسلمانان در اوقاف شیعه داخل بشن خیلی به ضرر شییان و مسلمان خواهد بود امیدوار هستیم که با این گفت و شنیدها و با این ملاقات ها انشاءالله بتوانیم راه حلی پیدا بشه و بتوانیم از اوقاف شیعه تحفظ کنیم و اون را نگه داریم انشاءالله انشاءالله ممنونم از همراهیتون با تشکر از شیخ مصطفی بهندی و به هندی وکیل آیت الله لزماشی رازی در هند از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند